خانواده رامین حسین پناهی زندانی سیاسی محکوم به اعدام میگوید ممکن است امشب یا فردا شب حکم رامین در زندان مرکزی سنندج اجرا شود. فعالان مدنی سنندج گفتند برای جلوگیری از اعدام رامین حسین پناهی امشب در مقابل زندان سنندج تجمع میکنند. علی جوانمردی گزارش میدهد. سنندج تحت تدابیر شدید امنیتی. احتمال اجرای حکم رامین حسین پناهی زندانی سیاسی در زندان این شهر وضعیت را بحرانی کرده. مقامات زندان سنندج به خانواده حسین پناهی گفتند طبق دستور مراجع قضایی می‌خواهند حکم رامین را پیش از سالگرد دستگیریش یعنی دوم تیر ماه اجرا بکنند. بله متاسفانه همونطور که می‌دونید یعنی دیشب قرار بر این بود که حکم اجرا بشه که خوشبختانه تجمع وسیعی در جلوی زندان مرکزی سنندج صورت گرفت. طیفی از فعالان جلوی زندان تحسن کردند، اعتراض کردند و وضعیت شهر به حالت فوق العاده در آمده بود. مردم اضطراب داشتن و شلوغی و خلاصه اصلا اعتراضات مردم در سطح شهر به روشنی دیده میشد بنا به گفته و شاهدان یعنی و یا فعالان که در این عرصه فعالیت میکنن. همچنین امروز مجددا اخباری و مبنی بر این که قصد دارن طی ساعت‌های آینده این حکم رو به اجرا در بیارن دریافت کردیم و این امر موجب نگرانی شدید خانواده ما شده. امروز هم طیفی از فعالان و مردم شهر سنندج تصمیم گرفتن که اگر حکومت بخواد دست به همچین عملی بزنه قطعا یعنی احتراز میکنن جلوی زندان سنندج تحسن میکنن تظاهرات میکنن و مانع از اجرای این حکم میشن. در واقع میتونم بگم طی این مدت خودتون میدونید کیس رامینی که از کیسایی بوده جهانی که با تا کنونم اگر زنده هستش فشارهای جامعه بین المللی فشارهای جامعه ایرانی و بخصوص مردم آزادی خواه کردستان و شهر سنندج علل خصوص که خوشبختانه طی این مدت همواره حامی و پشتیبان این زندانی سیاسی بودن. ماموران اطلاعاتی سنندج پدر سالخوردگی رامین را که بیماری آلزایمر دارد وادار به مصاحبه کردند که در آن علیه فرزندانش که سابقه عضویت در یک گروه مخالف جمهوری اسلامی را دارند صحبت بکند. بدبختم بیچاره لره خوان لره پیغمبر کاری که من زنگا کن پوچن رو نیچن من نه ورد نه کنسیم من هیچی کمی حال میگم. افشین حسین پناهی برادر رامین هم به دلیل فعالیت سیاسی به 8 سال زندان محکوم شده. 2 ماه پیش خواهرزاده 25 ساله رامین نیشتمان حسین پناهی هم به دلیل فشار اطلاعات سنندج خودکشی کرد. در واقع میتونم بگم طی این 1 سال این اولین باری نیستش که این نوع فشارها و یا این نوع حرکات غیر انسانی علیه خانواده ما اعمال میشه. میخوام اشاره کنم که رامین جوان 24 ساله جوانی آزاد اندیش که برای جامعه آزاد و اشاعه دموکراسی در ایران دست مبارزه زده و طبق قوانین بین المللی و حتی طبق قوانین ایران هم جرمش اعدام نیستش و از این رو به عنوان عضوی از خانواده حسین پناهی به عنوان برادر رامین حسین پناهی از تمامی شما عزیزان تمامی مردم آزادی خواه ایران علل خصوص مردم کردستان و شهر سنندج تقاضا دارم در این مورد سکوت نکنن که تا کنون خوشبختانه نکردن و با ادامه احترازات و این کمپین ها بتونن مانع از اجرای حکم این فعال سیاسی کرد بشن. فعالان مدنی کردستان به صدای آمریکا گفتند امشب در مقابل زندان سنندج تجمع می کنند تا مانع اعدام رامین شوند. به گفته فعالان مدنی سنندج اصرار جمهوری اسلامی بر اعدام این زندانی سیاسی و توجه نکردن به خواستهای بین المللی در حالی است که این اعدام ممکن است باعث ناآرامی در شهرهای مختلف کردستان شود. علی جوانمردی، صدای آمریکا.